سلام دوستای خوبم، امروز میخوایم در مورد یه اخلاق ناپسند با هم صحبت کنیم. اخلاقی که هرچی بیشتر در انسان وجود داشته باشه اون شخص رو از خدای مهربون دورتر میکنه و باعث پایین اومدن منزلت شخص پیش مردم میشه و به همون نسبت نبودن این عیب در هر شخصی باعث نزدیک شدنش به خدا میشه و منزلتش میونه مردم رو بالا میبره. دوستای خوبم، میخواییم امروز در مورد صفت ناپسند بخل صحبت کنیم. بایستی قبل از هر چیزی معنی بخل رو بدونیم. بخل یعنی این که شخص از ادا کردن واجبی که بر عهده اش هست سرباز بزنه، مثل ممانعت از زکات و چیزهای دیگه. بچه های خوب، همانطور که میدونیم خداوند در فطرت انسان حب به مالندوزی رو قرار داده، تا جایی که به فرمایش رسول الله صلی الله علیه و سلم اگه به انسان یک دشت طلا بزن اون تمنای دشت دومی رو میکنه و خداوند در کتابش میفرماید که حب به مال برای انسان زینت داده شده و در جای دیگر میفرماید که این اموال برای آزمایش هر انسانیه. انواع بخل. 1. بخل ورزیدن در مال که شخص زکات مالش که حق فقراست رو از اونها دریغ میکنه. 2. دریغ کردن از استفاده از مقام و منزلت خود برای اینکه مشکل یا احتیاج کسی رو برآورده کنه، نوعی بخل محسوب میشه. 3. بخل ورزیدن در علم که انسان علمی رو که خدای مهربون بهش داده رو کتمان کنه و به کسی اونو نرسونه. 4. ممانعت کردن شخص از کمک کردن به انسانها با امکانات جسمانی و قوای بدنیش، در حالی که میتونه دست ضعیف رو بگیره یا با سخنی حکیمانه جلو جنگی رو بگیره، اما با بخل خود از این کار سرباز میزنه. حکم بخل ورزیدن. بخل ورزیدن در اسلام حرامه و صفتی زشت تلقی میشه که خدای مهربون این صفت رو دوست نداره، چون خودش کریمه و پیامبر صلی الله علیه و سلم هم انسان بخیل رو دوست نداشتن. آثار بخل. 1. از بدترین آثار بخل که شخص بخیل برای حفظ کردن اندوخته هاش دست به هر کار ناپسند و بدی میزنه و برای این کار همه چیز رو قربانی میکنه. 2. بخل ورزیدن سببی از اسباب فقره که خداوند به سبب خودداری از زکات مال باران رو از انسانها منع میکنه. 3. بخل ورزیدن به فرمایش رسول الله صلی الله علیه و سلم سببی از اسباب به هلاکت رسیدن مردم محسوب میشه. 4. شخص بخیل با بخل خودش رو از اجر و پاداش اخروی و آرامش و سعادت دنیوی محروم میکنه. 5. بدترین اثر بخل اینه که شخص رو وارد جهنم میکنه، چون شخص بخیل حق مال که زکات رو ادا نمیکنه و به همین خاطر وارد جهنم میشه. معالجه بخل. یاد آوردن بعضی معانی به انسان کمک میکنه که دست از بخل ورزیدن برداره و انسان بخشنده‌ای بشه. 1. این که از اندوخته های دنیایش چیزی جز صدقهش به اون نفعی نمی رسونه. 2. این که بخشش از مال شخص کم نمی کنه و برکتش رو زیاد می کنه. 3. این که بخشش از مال مقام و منزلت شخص رو بالا خواهد برد. 4. بخشش از مال قساوت و سختی قلب رو از بین می بره و باعث شادی و سرور در قلب انسان می شه. همه اینها معانی است که شخص با یاد آوردنش میتونه دست از بخل برداره و در جهت بخشش از مالش تلاش کنه. بچه های خوب، فراموش نکنیم که هر کس بخل رو از خودش دور کنه از رستگاران میشه. پس شایسته است که همه ما این ذکر رو همیشه زمزمه کنیم. اللهم اینی اعوذ بک من البخل. بار الها، من از بخل به تو پناه میبرم.